سلام امیدوارم حالتون کنار خانواده های عزیزتون خوب باشه من فاطمه بابا محمدی هستم کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و قرار هست توی سلسله ویدیوهای آموزشی فرزند پروری که به شما توی مواجهه با رفتارهای پرخطر نوجوان ها کمک میکنه در کنارتون باشم اما قبل از شروع صحبت همون، یه درخواستی ازتون دارم لطف کنیم برای شروع دفترچه و خودکار همراه خودتون داشته باشین هر جایی از آموزش اگر نکته از نظرتون کاربردی و ارزشمند بود حتما اون رو یادداشت کنیم و توی زمان مناسب دوباره مرورش کنیم این دفترچه فرزن پروری به شما کمک میکنه یادگیری و یادآوری مطالبی که در مورد صحبت کردم براتون راحت تر بشه با این تفاصیل لطفا ویدیو رو برای چند دقیقه متوقف کنید و دفترچه خودتون حاضر کنیم اما قبل از اینکه بخوایم در مورد خطراتی که توی سن نوجوانی بچه های ما رو ممکنه درگیر کنه صحبت کنیم نیاز از اول بدونیم توی سن نوجوانی چه رفتارها و ویژگی های طبیعی محسوب میشه دونستن رفتارهای طبیعی نوجوانها توی این سن به شما کمک میکنه تا دید بهتری نسبت به اونها پیدا کنیم برای شنیدن آماده هستیم احتمالا تا الان با این موقعیت مواجه شدین که میخواین سر حرف و با نوجوان باز کنید یا سوالی ازش بپرسین اما اون با یه حالت ابوس یا بدخل خیلی کوتاه جواب میده یا حتی اصلا جواب نمیده میخوام بدونین کم حرف یا ابوس بودن توی نوجوان ها طبیعیه و به خاطر تغییراتی هست که توی این سن توی بدن نوجوان ها به لحاظ هورمونی اتفاق میافته همینجا شاید بد نباشه این نکته رو هم اضافه کنم که گاهی نوجوان برای یک مدت طولانی مثل دو هفته یا بیشتر بی انگیزه، ناراحت، بی حسله، کم انرژی، خسته یا ناامید ممکنه باشه. توی چنین حالتی با بررسی یه سری نشونه های بیشتر شاید نیاز باشه از کمک یه روانشناس استفاده کنید. اما برای نوجوانا به خصوص آقا پسرا معمولا اینکه بیرون از خونه همراه با والدین دیده بشن براشون خیلی سخته. چون برای نوجوان یه چیز خیلی مهمه و اون اینه که نشون بده به بقیه که دیگه بچه نیست. اون دلش میخواد به سمت استقلال، برابری با بزرگسالان، مرد شدن یا زن شدن حرکت کنه. پس این نکته رو به عنوان یه ویژگی طبیعی نوجوانا بدونین و تصور نکنین نوجوانتون از شما فاصله گرفته یا دیگه دوستتون نداره اون فقط میخواد احساس کنه بزرگ شده و مستقل اما کانون توجه نوجوانها توی این سن از والدین به دوستانشون تغییر میکنه و بیشتر تأثیر پذیری نوجوان از دوستانش و فضای مجازی خواهد بود این موضوع ممکنه برای والدین نگران کننده باشه که نکنه توی این سن نوجوان شخصیتش به خاطر ارتباط با دوستاش تغییر کنه نکنه هرچی تا الان بهش یاد دادیم و آموختیم بی اثر یا نابود بشه توی جواب به این نگرانی شما آدلر یکی از نظریه پردازه برجسته ی بحث فرزند پروری میگه نوجوانی دوره پرخطری میتونه باشه اما نمیتونه تغییر اساسی توی شخصیت فرزند شما ایجاد کنه شخصیت نوجوان تو خانواده شکل گرفته و ارتباط با دوستانش نمیتونه شخصیت او رو به کلی عوض بکنه البته بعد نیست همینجا یه نکته از کندی مور رو هم براتون بگم کندی مور یکی از افرادی هست که توی حوزه عزت نفس کار میکنه اعتقاد داره نوجوان ها توی این دوره سنی به دوستایی نیاز دارن که به اندازه جیب لباسشون به اونا نزدیک باشه و از این راه حال بهتری رو تجربه میکنن. پس از اینکه نوجوانتون دوستانی داره که میتونه باهاشون وقت بگذرونه و حالش کنارشون خوب باشه لطفا نگران نشید. اما اغلب نوجوان ها توی این سن نگران تماشاچی های خیالی به این معنا که تصور میکنن وقتی تو جمعی هستن بقیه به اونها دقت میکنن یا اونها رو زیر نظر گیرند. بزرگترین ترس نوجوان ها توی این سن خجالت زده شدن یا تحقیر شدن مقابل همسانانشونه به این علت که برای نوجوان خیلی مهمه بقیه دربارش چی فکر میکنن پس اینو هم یه ویژه طبیعی بدونید و بابتش نگران نشید اما احتمالا متوجه این موضوع شدین که ذهن نوجوان ها بیشتر به خیال پردازی مشغول تا واقعیت. مثل نوجوانی که میگه من میخوام یکی از بهترین دانشگاه های ایران قبول بشم یا حتی میخوام برم مثلا یه کشور دیگه درس بخونم. در حالی که شما میبینید که اصلا درس های رو هم همین حال حاضر نمیخونه. یا ممکنه بخواد یه بازیگر یا فوتبالیست خیلی معروف و حتی جهانی بشه. شاید برای شما شنیدن این حرفا از سمت نوجوانتون عجیب یا حتی خندهدار به نظر برسه. اما بهتره این ویژگی رو هم از طرف نوجوانهاتون بپذیریم و به جای اینکه سرکوب کنید تخیلاتشون رو، اونا رو برای محقق کردن خواسته هاشون هدایت و همراهی کنید. در کنار این ویژگی های گفتم، نوجوانها خطرپذیر یا ریسک پذیر هم هستن. دلیلش به خاطر اون کنجکاوی سالمیه که درباره زندگی دارن. در واقع نوجوانا آزمایشگرن و میخوان به شکل متفاوتی از والدین و به روش خودشون از زندگی لذت ببرن البته که گاهی خطرپذیر نوجوان ها به خاطر این دیدگاهه که فکر میکنن توانایی های ویژه ای دارن که اونا را از خطر مرگ و آسیب دور میکنه یا این تصور رو دارن که این اتفاقا برای من نمیافته کنار ویژگی هایی که براتون گفتم نگرش همه چیزدانی نوجوان هم هست که به این معناست که بی تجربه بودن نوجوان ها دلیل نمیشه که اونا درباره ابعاد مختلف زندگی نظری نداشته باشن پس نگرش همه چیزدانی هم توی نوجوان ها طبیعیه اما به یاد داشته باشین که نوجوانی یه مرحله کوتاه و موقتی از مراحل رشده و بعدش تموم میشه مثل خیلی از ویژگی هایی که خود شما تو دوره نوجوانیتون داشتین و حالا دیگه اثری هم از اونها نیست پس نگران این موضوع نباشید که نکنه این رفتارها یا ویژگی های نوجوان تا سن بزرگسالی هم همراهش بمونه اما یکی دیگه از نکته های مهمی که میخوام در کنار ویژگی های طبیعی نوجوانها براتون بگم بحث تفرد یا هویت هست نوجوان ها توی سالهای بین کلاس چهارم دبستان تا دبیرستان به تدریج متوجه این موضوع میشن که زندگی وظایف و تکالیف بزرگی رو به اونها محول کرده از جمله این تکالیف میتونم براتون اشاره کنم به فهم معنای زندگی معنای این جهان و از اون مهمتر شناخت خودشون تفرد به عنوان یکی از ویژگی های مهم دوره نوجوانی هست که نوجوان متوجه میشه متفاوت و متمایز از اعضای خانوادهش هست. در نتیجه نوجوان توی مسیر پیدا کردن هویت خودش یا فردیت یافتگی ممکنه یه سری نشونه ها رو بروز بده. اول اینکه منظور از شناخت هویت خود یعنی چی؟ یعنی نوجوان بدونه به عنوان یه انسان دقیقا چه کسیه چه توانایی هایی داره به چه چیزایی علاقه داره چه کاری رو میتونه وقتی بزرگسال شد انجام بده یا چه فردی رو میتونه به عنوان همسر و همراه خودش انتخاب کنه علاوه بر اون توی سن نوجوانی براتون هم گفتم روابط با همسالان نسبت به روابط با خانواده ارجحیت داره و نوجوانها نیاز به دوستانی دارن که از جیب لباسشون هم به نزدیک نزدیکتر باشن اما نوجوان ها از دوره سنی که توش هستن معمولا رضایت ندارن چون خودشون رو دیگه یه بچه تصور نمی کنن. و دوست دارم مثل بزرگ سالها قدرت و استقلال داشته باشن و برای داشتن این قدرت و استقلال هم تلاش میکنن. اما در کنارش جالبه بدونین نوجوان خودش رو قادر مطلق و دانای کل هم حساب میکن. قادر مطلق یعنی چی؟ احتمالا این جمله ها رو از نوجوان شنیدین که من خودم میتونم یا خودم انجام میدم. مثلا دانای کل چی؟ چه جمله هایی ممکن ازش شنیده باشین؟ من خودم میدونم چی کار کنم. شما نیازی نیست چیزی بگین یا میشه تو کارم دخالت نکنین؟ اینا نشونه های این دوتا ویژگی مهم دوره نوجوانی هست به اسم قادر مطلق و دانای کل بودن نوجوان ها در کنار نکاتی که گفتم جالبه بدونین که حریم خصوصی هم به شدت برای نوجوان ها مهمه احتمالا شما پرخاشگری و واکنش شدید نوجوان ها رو زمان ورود اعضای خانواده به اتاقشون دیدین این موضوع لزوما به معنای پنهانکاری نوجوان نیستا بلکه میخواد فضای شخصی و خصوصی خودش رو داشته باشه و تنها چیزی که از شما میخواد اینه که به این خواستش احترام بزنید و بدون اجازهش وارد اتاقش نشین یا به وسایلش دست نزنید اما یکی دیگه از شاخصهای مهم هویت یابی نوجوان شما به عنوان تمرد و سرکشی شناخته میشه نوجوانها به دو تا شکل ممکنه تمرد و سرکشی رو نشون بدن اولین حالت اینه که نوجوان ممکنه اون چیزی رو که برای اعضای خانواده مهم هست به چالش بکشه مثلا نوجوان میگه چرا مثلا من باید رشته تجربی بخونم اونم توی خانواده ای که همه تجربی خوندن دکتر شدن و انتظار میره نوجوان هم به این سمت گرایش داشته باشه پس اولین حالت اینه که نوجوان شروع به چالش میکنه با ارزش های خانوادگی و حالت دوم این هست که نوجوان در عمل برخلاف انتظارات خانواده پیش میره مثلا درساشو دیگه نمیخونه اینا شکل مختلف تمرد و سرکشی هست این نکته رو تو ذهنتون داشته باشین که معمولا تمرد نوجوان ها موقتیه و علتش هم این هست که نوجوان میخواد چیزای مختلفی رو تجربه کنه تا در نهایت بتونه انتخاب کنه که میخواد دقیقا چه مدلی باشه چون میخواد بفهمه اون دقیقا چجور آدمیه یه نفر شبیه به والدینشه یا فردی متفاوته با اونهاست والدین از این تغییرات نوجوانها ممکنه عصبانی یا نگران بشن و به هر شکلی سعی کنن این رفتارها رو توی نوجوانشون سرکوب کنن اما بدون که زمانی که نوجوان بتونه فرایند تفرد رو توی یه محیط حمایتی بگذرونه به احتمال بیشتری توی سن 20 سالگی دوباره پذیرای ارزش‌های خانوادگی میشه پس اگر صبور باشین و از دعوا و جر و بحث با نوجوان اجتناب کنین فرزندتون وقتی جوان شد به یکی از بهترین دوستان شما تبدیل میشه البته اینجا نیاز هست من یه نکته ای رو هم اضافه کنم. گاهن بعضی از نوجوان ها رفتارهای لجبازانه و سرکشانه زیادی رو از خودشون نشون میدن که الان براتون نشونه هاش رو میگم. در صورتی که نوجوان شما دائم باهاتون جر و میکنه یا عمدن کاری میکنه شما یا اعضای خانواده ناراحت یا آزرده بشین یا از انجام قوانین خونه یا مدرسه اجتناب میکنه یا خیلی زود رنجه خیلی زود از کوره در میره اگر این نشونه ها رو دیدید نیاز هست برای اصلاح این رفتار رو از یه روانشناس استفاده کنید. تا به اینجا با رفتارهای طبیعی دوره نوجوانی آشنا شدید. میخوایم بریم سراغ خطراتی که ممکنه نوجوانها رو توی این گروه سنی تهدید بکنه. اولی خطر بحث دوستان نامناسبه. ارتباط نوجوان ها با دوستان همسن و سالی که مواد مصرف کنند یا سیگار میکشند یا یه سری رفتارهای زورگویانه نسبت به بقیه دارند آهنگای نامناسب گوش میدن، مدل موهای عجیب غریب دارند یا لباسای نامتناسب با فرهنگ یا آداب خانواده شما رو میپوشن، میتونه باعث بشه بعد از مدتی نوجوان شما هم بخواد مثل اونها رفتار کنه این یکی از موضوعات مهمه که ذهن والدین رو درگیر میکنه یا حتی باعث میشه یه سری تنشایی توی خانواده به خاطر این موضوع پیش بیاد خطر بعدی استفاده از فناوری هست سال به سال استفاده روزانه نوجوانها و والدینشون از ابزارهای متنوع فناوری بیشتر و بیشتر میشه استفاده زیاد از اینترنت و انواع مختلف رسانه های دیجیتال به حدی زیاد شده که تمرکز نوجوانها و بچه ها رو از درس و مدرسه برده به سمت موضوعات دیگه جدا از این موضوع توی رسانه های دیجیتال و آنلاین هم خطراتی برای فرزندان ما وجود داره مثلا زورگویی و قلدری توی فضای مجازی یا سوء استفاده و فریب افراد و انواع مختلف محتواهای گاهن نامناسبی که میتونن به راحتی در دسترس افراد با سنهای مختلف قرار بگیرن اما خطر بعدی مصرف مواد مخدر و الکل هست عوامل زیادی میتونن باعث بشن نوجوان ها به سمت مصرف مواد مخدر یا الکل کشیده بشن که میخوام براتون مثال بزنم مثلا حس کنجکاوی نوجوان ها یکی از عوامل موثره یا تشویق همسن و سالانشون به این کار یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی ضعیف خانواده یا انواع مشکلات خانوادگی در کنارش عملکرد تحصیلی گاهن نامناسب این نوجوان ها میتونه خودش منجر بشه که برن به سمت مصرف مواد یا والدینی که گاهن خودشون مصرف کننده این مواد هستند. در کنارش نداشتن دوستان صمیمی هم میتونه باعث بشه البته که بعضی از نوجمون ها برای افزایش عمل توی مدرسه یا حتی دانشگاه به سمت مصرف مواد یا داروهای اعتیاد آور میرن. بعضی دیگه از نوجمون ها هم به خاطر کنار آمدن با زندگی یا تجربیات دردناک خودشون به سمت مصرف مواد یا سیگار کشیده میشن و کم کم از مصرف تفریحی به سمت اعتیاد میرن. در کنار این سطح خطر که براتون گفتم ارتباط به جنس ناموافق هم میتونه گاهن خطرناک باشه. نوجوان ها توی این دوره توجهشون کم کم به سمت افرادی با جنسیت ناموافق جلب میشه و ممکنه تمایل داشته باشن که با اون فرد ارتباط بگیرن. همینطور نوجوان ها ممکنه در ارتباط با سایر همسانان خودشون هم به داشتن دوستی از جنسیت ناموافق تشویق بشن یا ببینن که مثلا دوستانشون هم درگیر ارتباط با فردی از جنسیت ناموافق هستن. اما مسئله اینه که نوجوانها به خاطر تجربه و آگاهی کمی که نسبت به روابط دارن ممکنه به اشتباه مجذوب یه فرد نامناسب بشن و آینده تحصیلی آینده زندگی خودشون رو دچار مشکل کنن و حتی درگیر احساسات و تجربه های ناراحت کننده بشن. در کنار این خطرات رانندگی های پرخطر هم هست. نوجوان ها میدونیم هممون که عاشق هیجان، آزادی و استقلالن. دوست دارن بدون حضور پدر و مادرشون رانندگی کنن. رانندگی کردن در واقع به نوجوان ها شانس تجربه لذت و مسئولیت های بزرگسالی رو میده و از این جهت براشون خیلی جذابه اما رانندگی با سرعت بالا استفاده از تلفن زمان رانندگی کردن یا استفاده نکردن از کمربند ایمنی و تجربه کمی که نوجوان ها توی روندن ماشین و موتور دارند میتونه باعث بشه رانندگی کردن برای خود نوجوان و افراد دیگه جامعه تبدیل به یه کار خطرناک بشه اما لازم هست یه نکته مهم و هم براتون بگم هر چقدر خصومت و فاصله بین نوجوان و والدینش بیشتر بشه نوجوان ها به دفعات بیشتری احساسات منفی خودشون رو از طریق این پنج تا خطر اصلی ممکنه بروز بدن پس هر چقدر نوجوان بیشتر آسیب ببینه طبیعیه که جامعه هم بیشتر آسیب ببینه اما آموزش برای پیشگیری از درگیر شدن نوجوان ها تو رفتارهای پرخطر و همینطور برای واکنش های مناسب والدین به این رفتارهای پرخطر میتونه کمک کننده باشه. توی فصل قبل درباره رفتارهایی که توی دوره نوجوانی طبیعی یا خطرناک محسوب میشن صحبت کردیم. اما در ادامه میخوایم بریم سراغ یادگیری یه سری روش هایی که میتونن توی پیشگیری و مواجهه با رفتارهای پرخطر نوجوانها به شما کمک کنن. اما جالبه بدونین که روش هایی که قراره در ادامه در موردش صحبت کنم فقط محدود به ارتباط والدین و نوجوان نیست. یه سری مهارت های ارزشمنده که شما میتونین توی ارتباط با هر فردی به کار بگیرینش. مثل ارتباط بین همسران، ارتباط با والدین یا دوستان یا همکاران و حتی بین خواهر و برادرها. آماده شنیدنشون هستین؟ حالا تصور کنین شما یه کشاورزین. فکر میکنین کشاورز برای اینکه بتونه محصول خوبی برداشت کنه اول باید چه کاری انجام بده؟ اولین کار یه کشاورز آماده کردن زمینه. درسته؟ حالا چرا من از مثال کشاورز استفاده کردم؟ به این دلیل که قبل از اینکه شما بخواید یه سری از رفتارهای نوجوانتون رو اصلاح کنید، نیاز هست اول ارتباطتون رو با نوجوان اصلاح کنید. آماده کردن زمین در واقع استعاره از اصلاح ارتباط با نوجوانه که میتونه به شما کمک کنه جلوی رفتارهای نامناسب و پرخطر نوجوانتون رو بگیرید. پس این نکته رو لطفا تو دفترچه فرزند پروری خودتون هایلایتش کنید که اصلاح ارتباط به اصلاح رفتار مقدمه. اگه شما ارتباط صحیحی با نوجوان نداشته باشین هر چقدر هم تلاش کنین تا به شکل رفتارهاش رو تغییر بدین موفق نمیشین والدین و نوجوان در واقع به اشتباه میافتن توی یک جنگ قدرت که هر کدوم میخوان توی این جنگ موفق بشن حرف خودشون رو به کرسی بنشونن اما در نهایت یا والدین مجبورن تسلیم بشن یا نوجوان رو با هزار تهدید و تنبیه مجبور به اطاعت میکنه که هر دو این حالت در واقع بینتیجه است و تنش رو توی خانواده شما بیشتر میکنه شما چند نمونه از های معمول والدین نسبت به رفتارهای نوجوانشون رو میبینید چند مورد از این رفتارها براتون آشناست؟ مثلا شکایت به والد دیگه تهدید اوقات تلخی قهر کردن نصیحت سرزنش یا مقایسه کردن این رفتارها براتون آشنا هست شما تا به حال از این رفتارها استفاده کردین استفاده از این واکنش ها تا به حال تونسته به شما کمک کنه رفتار نامناسب نوجوانتون رو برطرف کنین؟ واکنش نوجوان شما نسبت به این رفتارها چی بوده؟ حالا ازتون میخوام یه جدول مثل جدولی که میبینین توی این تصویر رو بکشین و مزایا و معایب هر کدوم از این واکنش هایی که براتون مثال زدم و تو زندگی خودتون بررسی کنین. یه مثال براتون بزنم. مثلا نوجوان شما زیاد پای گوشی نشسته. شما تهدیدش میکنین که اگر این کارش ادامه پیدا کنه گوشی رو ازش میگیرین. حالا رفتار تهدید کردن سودش چی میتونه باشه مثل اینکه خب نوجوان شما در نهایت تسلیم میشه و گوشی رو میذاره کنار اما ضررش چی ضررش ممکن این باشه که شما میبینید دیگه به حرفتون گوش نمیده یا پنهانی میره تو اتاقش در و هم میبنده زمانی که شما فکر میکنین پای درساش نشسته و بازی به بازی با گوشیش مشغوله یا در مقابل ممکنه جواب شما رو بده و رابطتون این شکلی پرتنش بشه. پس یه لطفی کنین رفتارهایی که تو تصویر قبل براتون مثال زدم رو بیارین توی این جدول. و بررسی کنین چه فایده و چه ضررهایی میتونه داشته باشه. وقتی ارتباط صحیحی وجود داشته باشه شما میتونین توی قدم بعد برین سراغ اصلاح رفتارهای نوجوان. اصلاح ارتباط چه برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر و چه برای اصلاح رفتارهای پرخطر نوجوانها شرط لازمه. پس لطفا اصلاح ارتباط رو جدی بگیرید. برای یاد گرفتن نکات دیگه فعلا عجله نداشته باشید. اما سه تا گام مهم برای بهبود ارتباط یا در واقع همون اصلاح ارتباط با نوجوان وجود داره که تک به تک میخوایم بریم سراغشون. قدم اول در مورد نبایدهای های کلامی یا غیر کلامی هست. یعنی چه باید نبایدهایی هایی توی صحبت های ما توی رفتارهای های ما وجود داره که اینا باید کنترل بشه برای اصلاح ارتباط. قدم دوم بحث وقت مشترک هست و قدم سوم استفاده از تحسین هاست. اما منظور از نبایده کلامی و غیر کلامی چیه؟ در واقع نباید های کلامی و غیر کلامی یه سری الگوهای ارتباطی منفی هست که توی کلام یا رفتار والدین دیده میشه. این نباید و معمولا باعث میشن طرف مقابل توی لاک دفاعی خودش فرو بره و اصطلاحا گارد بگیره مقابل شما. معمولا این الگوهای ارتباطی منفی باعث میشه رفتار نوجوان بدتر بشه و ارتباطش هم با والدین بدتر میشه و آسیب میبینه. درسته که این الگوهای منفی واکنش والدین به رفتارهای خود نوجوانه اما به هر جهت کارایی نداره یه بار دیگه جدول سود و زیان رو تو ذهنتون بیارین وقتی بررسی کنین متوجه میشین این رفتارها ضررشون از سودشون بیشتره اما بریم ببینیم این الگوهای ارتباطی منفی دقیقا شامل چه چیزایی میشن با من همراه باشین توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ یه تعداد از نبایدهای کلامی یا غیر کلامی و با هم بررسی کنیم ببینیم اشکال کار از کجاست و چه کاری میشه انجام داد اولین مورد انتقادگری زیاد هست فرض کنید نوجوان شما توی پختن غذا بهتون کمک کرده اما شما به تعداد ظرفای کسیفی که توی سینک ظرفشویی مونده اشاره میکنید یا اینکه چقدر غذا نمکش زیاد شده اما یه سوال با توجه به مثالی که براتون زدم چرا انتقادگری زیاد جزء نباید هاست فکر میکنید انتقادگری زیاد باعث میشه طرف مقابل شما چه احساسی پیدا کنه تاثیر انتقادگری زیاد روی فکر و رفتار نوجوان شما چیه به نظرتون خوبه که به این سوالا فکر کنید به نظرتون ممکنه یه جایی نوجوان شما به این موضوع فکر کنه که من هر کاری هم بکنم بازم مامان یا بابام یه نکته‌ای برای ایراد گرفتن پیدا میکنه یا ممکنه اعتماد به نفسش برای انجام کارها از دست بره ممکنه یه جایی نوجوان شما دست از کمک کردن به شما بکشه چون میدونه که نمیتونه شما را راضی کنه فکر میکنین انتقادگری زیاد به بهتر شدن رابطه شما با نوجوان کمک میکنه یا نه حالا ممکنه شما به خودتون بگید خب وقتی کارش رو درست و کامل و صحیح انجام نداده خب من چی میتونم بهش بگم؟ یه روش خوب برای کاهش انتقادگری این هست که به نوجوانتون کمک کنین تا واقع بینانه به عمل کردش نگاه کنه. آدم انتقادگر بیشتر به جنبه های منفی توجه میکنه. پس ما میخوایم در کنار جنبه های منفی جنبه های مثبت رو هم بتونه در نظر بگیره. این روش رو هم میتونیم برای خودتون هم برای نوجوانتون استفاده کنیم. اولین کار اینه که به جنبه های خوب عمل کرده نوجوان اشاره کنید یا از خودش بپرسین بخشایی از عمل کردت که خوب بوده رو مثال بزن برام تو مرحله بعد بخشایی از کارش که نیاز به اصلاح داره رو با یه لحن آرام براش توضیح بدین یا روش بهتر اینه که از خودش بخواین بخشایی از عملکردش رو که نیاز به اصلاح داره یا میتونه بهتر بشه رو خودش پیدا کنه در نهایت از نوجوانتون بخواین به عملکرد خودش با توجه به این جنبه های مثبت و منفی که پیدا کرده و بهش دقت کرده نمره بده اما یه نکته ممکنه نوجوان شما عملکرد خودش رو از اونی که هست کمتر یا بدتر ارزیابی کنه پس تو همچین هایی به نوجوانتون کمک کنی تا جنبه های مثبت کارش رو در نظر بگیره حتی شما میتونید نظر خودتون رو هم درباره عملکرد کلی او براش بگی یکی دیگه از نبایت ها به اسم اوقات تلخی شناخته میشه فرض کنید شما خیلی خسته این یا حال خوبی ندارین توی همین زمان حالا نوجوانتون هم اومده تا با شما در مورد مشکلی که با یکی از دوستاش پیش اومده صحبت کنه حالا شما حالتون بده حال روز خوبی ندارید اصلا حال حوصله صحبت ندارید ممکنه به خاطر حال بدتون با یه چهره تو هم کشیده شده بگین الان اصلا حوصله ندارم میشه بری یه زمان دیگه بیای یا برو مشکلات خودت با دوستت حل کن از من کاری برات بر نمیاد اما فکر میکنین اوقات تلخی چرا نباید هست؟ به این موضوع فکر کنید که استفاده از اوقات تلخی چه تأثیری روی احساس و فکر نوجوان شما میذاره به نظرتون اوقات تلخی میتونه به شما کمک کنه رابطتون با نوجوان بهتر بشه اینکه حال ما بعضی اوقات خوب نباشه خیلی طبیعیه اما واکنشی که ما توی این زمان ها از خودمون نشون میدیم مهمه برای اینکه از اوقات تلخی تا حد ممکن جلوگیری بشه شما میتونید از یک تکنیک استفاده کنید به اسم وقفه استراحت نیاز از اول توی یه زمان مناسب که آروم هستین بشینین و با نوجوانتون صحبت کنین که برای اینکه من دیگه رفتارای اوقات تلخیم تکرار نشه به رابطمون صدمه نزنه تصمیم دارم از یه روش جدید استفاده کنم با نوجوانتون قرار بذارین که از این به بعد هر زمان که حس کردین به حدی خسته، ناراحت یا عصبانی هستین که ممکنه ناخواسته اطرافیانتون رو برنجونی از یه نماد استفاده میکنید تا به طرف مقابلتون بفهمونین که الان آماده ی صحبت کردن نیستین. این نماد میتونه هر چیزی باشه یه تی انگلیسی باشه نشون دادن کف دست باشه یا هر علامت دیگه ای به خلاقیت خودتون فقط اون چیزی که مهمه اینه که همه اعضای خانواده از جمله نوجوان با معنای این نماد آشنا باشن حالا معنی این نماد چیه اینکه من الان حالم به اندازه کافی برای حرف زدن خوب نیست پس یه لطفی کن صحبتمون رو بذاریم برای یه وقت دیگه معنای این نماد اینه حتما روی این موضوع تاکید کنیم که نشون دادن این نماد به این معنا نیست که من دوستت ندارم یا حوصلت رو ندارم یا نمیخوام اصلا باهات صحبت کنم به این معنا است که اجازه بده صحبتمون رو یه زمان بهتر انجام بدیم چرا دارم این رو تاکید میکنم روش چون ممکنه زمانی که شما از این نماد استفاده میکنید ناخواسته طرف مقابل حس بدی پیدا کنه اما اگه درست در مورد معنای این نماد صحبت کرده باشید نوجوان یا حالا طرف مقابل شما متوجه این موضوع میشه و دلخور نمیشه از شما حالا وقتی که از این نماد استفاده کردین خودتون باید برید سراغ استفاده از یه سری روشهایی که بهتون کمک میکنه آروم بشین ممکنه شما با روشی مثل گوش دادن به یه آهنگ یا یه دوش کوتاه گرفتن یا یه لیوان آب خوردن چند تا نفس عمیق کشیدن یا هر راه دیگه ای آروم بشین پس روش خودتون رو پیدا کنین و آروم بشین و لطفا بعد از اینکه رو به راه شدین حتما دوباره برین سراغ نوجوانتون و ازش بپرسین اون زمانی که شما حالتون رو به راه نبود او میخواسته در مورد چه موضوعی باهاتون صحبت کنه این خیلی حس خوبی به نوجوان میده که شما پیگیر ماجرا هستین خوبی استفاده از تکنیک وقفه استراحت اینه که شما نیازی نیست اصلا کلامی به زبون بیارین فقط میتونین این نماد رو نشون بدین و اون وقت بقیه متوجه منظور شما میشن اما یکی دیگه از نبایدها تحت عنوان او را مسئول خوشحالی یا ناراحتی خود دونستن شناخته میشه. اجازه بدی براتون مثال بزنم. مثلا استفاده ی مداوم از یه سری جمله ها مثل تو که میدونی مامانت اگه بفهمه این رشته رو نمیخوای و دوست نداری ادامه بدی چقدر دل سرد و ناراحت میشه. نمیشه به خاطر ما هم که شده یکم تلاش رو بیشتر کنی یا ما این همه زحمت کشیدیم برا تو اینطوری میخوای جوابمون رو بدی واقعیت اینه که استفاده مداوم از این جملات یا جمله های مشابه باعث میشه بچه یا نوجوان شما کاری رو به خاطر خوشحال کردن والدینش انجام بده نه به خاطر اینکه خودشون کارو دوست داره یا نه به خاطر اینکه اون کار خودش واقعا درسته یا اگه کاری را انجام نمیده به خاطر اینه که والدینش یه وقت دل سردانا راحت یا حتی عصبانی نشن نه به این خاطر که خود اون کار اصلا اشتباهه اما بچه که دائما جملاتی از این دست را از والدینش میشنوه وابسته به نظر والدینش میشه ممکنه هیچ وقت نفهمه چرا نباید یه کاری رو انجام بده و علاوه هیچ وقت هم یاد نمیگیره که به نظر خودش احترام بذاره تازه جدای از این موضوعات ممکنه یه جای نوجوان شما مجبور به کاری هم بشه پس با این حساب فکر میکنید این روش کمک کننده هست یا نه آیا روشی هست که به شما و نوجوانتون کمک کنه نوجوان شما از خطرات حفظ بشه اینکه خیلی کم از این روش استفاده کنیم مانعی نداره ولی استفاده زیاد از حد از این روش ممنوعه اما شما برای اصلاح این نباید چه کاری میتونین انجام بدین انتظاراتتون از نوجوان لطفاً بیشتر از توانایی و سن و اون چیزی که واقعا خودش دوست داره نباشه اگه شما میدونین که نوجوان کاری رو دوست نداره انجام بده یا از پسش بر نمیاد، او رو مجبور به این کار نکنید. در عوض، داشتن یه سری گفتگوهای خوب با نوجوانتون و احساس شنیده شدن و درک شدن رو به او دادن، هم به شما کمک میکنه ارتباطتون بهتر بشه، هم باعث میشه خود نوجوان شما بتونه مسیر درست رو انتخاب کنه. حالا در مورد اینکه چطور گفتگو کنید براتون تو فصله بعد توضیح میدم اما یکی دیگه از نبایدها در مورد ارائه یه سری راه حلهای زود هنگامه فرض کنی نوجوان شما اومده در مورد مشکلی که توی مدرسه با یکی از دانش آموزا در مورد نشستن روی نیمکت پیدا کرده صحبت میکنه و شما برای اینکه نوجوانتون حس بهتری داشته باشه و مشکل سریعتر حل بشه ممکنه سریع راه حلایی رو پیش پاش بذاری مثلا ممکنه یه والدی توی این موقعیت حتی بدون کامل شنیدن صحبتهای نوجوانش بگی خب رفتی به معلمتون بگی همکلاسیت اجازه نمیده جلو بشینی برای همکلاسیت توضیح دادی چرا میخوای جلو بشینی بهش گفتی بره یه جای دیگه بشینه این موضوع اگه فردا حل نشد من خودم میام مدرسه صحبت میکنم با مدیرتون و راه حلای از این دست رو به نوجوان میده فکر میکنین اینکه اجازه ندین نوجوانتون حرفش رو کامل کنه و سریعا بهش راه حل بدین چرا جزء نباید ها قرار گرفته اشکال کارش کجاست این رفتار شما ممکنه باعث بشه نوجوانتون احساس کنه درست شنیده شده و درک شده از سمت شما سریع راه حل دادن به نوجوان بهش کمک میکنه خودش حل مسئله درست رو یاد بگیره فکر میکنین این نباید چه تأثیری روی احساس و فکر نوجوان شما داره خیلی خوبه که به این سوالا فکر کنی اما برای اصلاح این نباید ما چیکار کنیم اولین مرحله اینه که شما باید اجازه بدید نوجوان حرفش رو کامل بزنه حتی براتون بگی که چه کارهایی انجام داده چه راه حلایی خودش اصلا به ذهنش میرسه توی این مدت شما نیاز سکوت کنین و به نوجوان فضا بدید تا اون چیزی رو که آزارش میده کامل براتون توضیح بده بعد میتونید برید سراغ گام های حل مسئله راه حلایی رو از خود نوجوانتون بخواین میتونید خودتون هم یه سری راه حل پیشنهاد بدین بعد یه سری سوالای خوب میپرسین تا نوجوانتون بتونه استدلال کنه که هر راه حل چه مزایا و معایبی داره چه تأثیری ممکنه روی خودش یا یه فرد دیگه بذاره از بین این راه حل شما یه راه حل رو انتخاب میکنین و نوجوان اجراش میکنه در نهایت بررسی کنه نوجوان ببینه این راه حل مؤثر بوده یا نه پس ما تا اینجا در مورد چهار تا از نمایندهای کلامی صحبت کردیم و راه اصلاحش را هم گفتیم